28 آبان ماه 1395 خورشیدی و 18 نوامبر 2016 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به مافیای شکر در ایران. پرده آخرم که آخر برنامه. ببینین، یک نهاد عریض و طویل دولتی است به اسم سازمان بازرگانی دولتی، زیر نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت بود تا سال 93، بعد رفت زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی. یعنی مدیرایی که الان تو این سازمان هستن تقریبا همشون با حکم نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت رئیس شدن، که حالا بهشون میپردازم. تهیه و توزیع مواد اساسی مورد نیاز مردم به طور خلاصه با این نهاد دولتی است. همه کالاهای اساسی، چه زمان احمدی نژاد چه زمان روحانی، سازمان بازرگانی دولتی نمادی از یک نهاد مافیایی بوده و هست. اینا رو تو برنامه برنج‌های آلودم گفتیم با سند. امشبم چون مافیای شکر به همین سازمان دولتی مربوط میشه، باز به این نتیجه خواهیم رسید. درباره مافیای برنج مثلا احتمالاً یادتونه که گفتم که خود دولت گنجیش رو رنگ میکنه به جای قناری به مردم میفروشه. این سند بولتن داخلی وزارت اطلاعاته. ضایعاتی شدن 9000 تن برنج وارداتی در شرکت بازرگانی دولتی. شرکت بازرگانی دولتی برای فروش برنج، همون 9000 تن برنج، اقدام به تعویض کیسه و تاریخ مصرف 7100 تن برنج مذکور کرده. کیسه رو عوض میکنه. کجای دنیا؟ تو فاسدترین حکومت ها، فاسدترین حکومت ها، خود دولت میره کیسه برنج رو عوض میکنه واسه اینکه نوع برنج قلابی و تاریخ مصرف قلابی بزنه روش که مردم بخرن، بخورن، بمیرن. آمار خود آقایون میگه، قبلا گفتم دیگه، در 9 ماه 449 نفر از برنج آلوده مردن. کی اهمیت میده تو این حکومت، در این نظام مقدس؟ که اگه اهمیت میدادن ادامه پیدا نمیکردیم. بس همین مافیا، یعنی همین سازمان معظم دولت تو شیکرم دست داره. ببینید اتفاقی که افتاده 85 چقدره؟ یعنی 2.5 میلیون تن وارد شده، در صورتی که 2.100.000 تن مصرف کشور بوده. یعنی 400,000 تن بیش از مصرف کشور وارد شده. مجوز کی داده؟ چه جوری داده؟ کیا وارد کردن؟ همینا که از اول دستشون تو کار و بازار دستشون. اتفاقی که افتاد این بود که تعرفه شکر در 2-3 مرحله شد صفر. تعرفه واردات رانت بود. بله. ما سلطان داریم برای شکر. خیلی راحت بگیم به ما چی قضیه. ببینید، من فشاری بوده که به هر حال، ببینید، من که سال 85 در دولت نبودم، اصلا کار ندارم، منم نبودم، من هیچ وقت نبودم، اما این ستون داره میگه یک اتفاق رانتی افتاده. این ستون، ببینید، من هم بذارید مثل که ایشون بیشتر مایل. آقا سلطان شکر کیه؟ برای 3-4 نفر بودن که شکر رو وارد میکرد. حالا این پرچم رو کی برافراشته؟ ببینید، به هر حال با ورود دولت نهم، اسم بگین، من حالا کمکتونم کردم، مثلا یه چیزی گفتم که شما و تعرف صفر از 130% به صفر در مرز باز. خبرنگارا شجاع‌ترن. آقای جمشیدی، سلطان شکر، نمیدونم حالا اون کسی که تعیین کننده است در واردات کیه؟ من فکر کنم اگه جواب سوال اول اون معلوم شه خیلی چیزا مشخص میشه که چرا وزارت جهاد در واقع با همچین تأخیری مجوز ثبت سفارش. خب بس کردیم دیگه، حالا این یک ایرادی بوده که مثلا در واقع بله. مشخص میشه. من فکر میکنم این ایرادو پذیرفتن، حالا یه تأخیری بوده، درسته دیگه. حالا ما داریم از اصل قضیه حمایت میکنیم دیگه، یه تأخیری بوده. دلایل تأخیر رو بحث عرضه‌ای که در واقع در آقای جمشیدی امشب، نمیدونم شما چرا اصلا به سوالای من پاسخ نمیدین. من یه چیزی میپرسم، شما یه چیز دیگه جواب میدین. سلطان شکر کیه؟ تو اینترنت بزنن پیدا میشه. من تعجب میکنم، صدای منو میشنوین؟ نمیدونم این سلطان مثل که خیلی نفوذ داره، نه صدای نه. همه به این وارد کانگیدان شکر افراد شناخته شده ای هستن. خب مثلا کیان؟ این نفر هستن که وارد کانگیدان شناخته شده ای هستن، در واقع تجارت شکر انجام، نه تجارت به ذات خودش عیبی نداره. خب نه، انحصارش عیب داره. ما اینجا داریم بحث تنظیم بازار در واقع، نه بحث صرفا واردات یا صرفا تولیدات. خیلی خب،
ببینین آخرش هم نگفتن چرا به تته پته میفتن. این مجری محترمم هی گیر داده که اصلا واقعا من نمیدونم که اینا تو این فضای مختنق میتونن بگن. بذارین اول اینو یه اشاره بکنیم. تعرفه شکر توزیع اول آقای معاون وزیر جهاد کشاورزی آقای مهرفرد گفت چی؟ گفت تعرفه شکر شد صفر. یعنی شما پولی دیگه به گمرک و وزارت جهاد و بازرگانی وزارت جهاد و سازمان بازرگانی یا غیره لازم نیست بدین ها؟ همون پولی که واسه خرید از فلان کشور دادین مال رو دریافت کردین مال خودتون نوش جونتون. رانت بود؟ بله. به کی رانت دادن؟ به سلطان شکر یا سلاطین شکر. کیان اینا؟ بالایی همه میدونن داستان چیه اما نمیگن. الان هم دیدین دیگه داستان از آیت الله ناصر مکارم شیرازی شروع میشه که اوائل انقلابی تعداد از کارخانه های تولید شکر در ایران رو دولت فخیمه جمهوری اسلامی ایران واگذار میکنه به افرادی از خانواده آیت الله مکارم شیرازی. آیت الله مکارم پسرش محمد علی مکارم و دامادش جواد مدلل شکر رو ارزون وارد میکردن و دولت های رفسنجانی و خاتمی به تولید کننده های داخلی ما به تفاوت رو میپرداختن. یعنی سوبسید یا یارانه میدادن چون تولید داخلی گرونتر تموم میشد دیگه. دولت در واقع برای اینکه تجارت خانواده مکارم بچرخه از بودجه دولت و سفره مردم سوبسید میداد به تولید کننده های داخلی. احمدی نژاد که میاد سر کار همین حضرت آیت الله مکارم و آیت الله مصباح یزدی بهش میگن شریکن بهش میگن یارانه شکر داخلی رو قطع بکن به اسم متعادل کردن بازار. روزنامه اون موقع نگاه کنین به اصطلاح متعادل کردن بازار پر. دولت آقای احمدی نژاد هم اعلام میکنه یارانه به شکر قطع. نتیجه تولید داخلی ورشکست میشه. کلی کارگر اخراج میشن. هفته دوم اردیبهشت 85 یعنی بلافاصله بعد از اعلام این قضیه فقط 35,000 کارگر از مجتمع کشت و صنعت چوغان در قند دزفول اخراج میشن. یه گفتگویی داشتیم قبلا با آقای محمد رضا مکارم اون داستان سلطان شکر و اینا رو حالا بعد میگیم. اون محمد علی مکارم برادر ایشونه. با آقای محمد رضا مکارم گفتگویی داشتیم فرزند آیت الله مکارم شیرازی. این تیکه رو بشنوید. ببینید من یکی از برادرام تاجر هست، یعنی تجارت میکنه، تجارتش هم مطلق به دولت وابستگی نداره. یه روز مثلا فرض کنید تابستون هست، فصل گرماست، تخم مرغ زیاد میشه، اینا تخم مرغ صادر میکنن، حتی با چند نفر مثلا شراکت. کدوم برادرتون؟ اون که تهران هست. یعنی اسمشون منظور محمد علی. رئیس برادرم مسعود توی حوزه و اینا هست، من تو کار صنعتم، اون یکی برادرم هم تو کار تجارت هست. خب اینا گاهی هم مثلا فرض کنید برای واردات شکر اقدام میکردن، منتها به این صورت. حالا این مسئله شکر یه بخش عمدهش اینطوریه که توی اینترنت می‌نویسن راجع به برادر من کلامش تلخ ولی کامش شیرین است میگن مردم. یا مثلا یه مدتی عنوان کرده بودن که مثلا دامادهای آیت الله مکارم. اولا آیت الله مکارم یه داماد بیشتر نداره. اصلا داماد ایشون آقای حسن مشکات در اصفهان هست. یک داماد ایشون دارن و تو کار قرآنی هستن، معلم قرآن هستن، حتی نه به صورت حوزه‌ای به صورت آکادمیک. یعنی مدلل هیچ ارتباطی، چون مدلل از شخص حقیقی است، آیا هیچ ارتباطی با آیت الله مکارم نه؟ من مدلل نمیشناسم. ببین من مدلل اصلا نمیشناسم. پس ارتباطی که داده شده بود به عنوان نمیدونم واگذاری یک تعداد از کارخونه های قند و شکر و نمیدونم زمین ها مجتمع کشت و صنعت چغندر قند دزفول و اینها به از آیت الله مکارم از کجا آمد اینا؟ ببینید یک مسائلی شاید بوده ولی من خیلی اطلاعی ندارم. چیزی به نام سرمایه گذاری که مثلا فرض کنید کارخونه ای باشه یا وارداتی باشه یا صادراتی باشه، بالاخره من ببینید من تو صنعتم، اگر اینها کار صنعتی بکنن من میفهمم. یعنی تا اونجایی که من دیدم مردم پولای خوبی میدن.
شما که توی صنعتی این آقای مکارم چگونه این همه سر و صدا شد درباره جواد مدلل؟ چجوری نمیشناسین؟ ببینید شاید برادرای من مدلل رو بشناسن، من نمیشناسم، ولی داماد البته میدونید تو ایران راه خیلی دایرش وسیع میشه. مثلا فرض کنید خواهر ایشونم اگر یه دامادی داشته باشتم میگن داماد آیت الله. ببینید من مثلا ببین من الان میگم داماد ما، اوشون شوهر خواهر منه، داماد پدر من هست، دامادی که من نیست که، من هم میگم داماد من. شاید من باور کنید بازم نمیدونم یک دایره وسیعی رو در نظر گرفته باشم. مثلا فرض کنید داماد یکی از برادرها، داماد یکی از خواهرها، چون داماد گاهی لفظش خیلی وسیع میشه، ولی به این صورت که شوهر خواهر بنده من حتی عقل نمیشناسم. بله، اینکه ایشون فرمودن کلامش تلخ و کامش شیرین و تو سیما میترسیدن اسمشو بگن، عرض کردم محمد علی مکارم شیرازی است و جواد مدلل داماد مکارم از زن دومش. بذارین من نامه ای رو که یکی از دوستان نزدیک و موثق و از آشنایان نزدیک خانواده مکارم شیرازی فرستاده اند من براتون بخونم. جواد مدلل تاجر برخوردار از رانت 650 میلیون یورویی با دستور مستقیم نعمتزاده در دولت روحانی، اداره کننده کارخانه های متعدد صنایع روغنی و کشاورزی است، از جمله کارخانه قند و شکر دسپول و پیرانشهر، کارخانه های روغن نباتی نازگل و آب معدنی کوهرنگ. دختر مکارم همسر جواد مدلل از یکی از همسران آیت الله مکارم، از زن اولش. مکارم با زن اولش در صفایه قم زندگی می کند و زن دوم مکارم شیرازی در شهرک سالاریه قم زندگی می کند. خانواده مدلل از جمله مسعود برادر جواد مدلل در لیست ثروتمندترین مافیای قدرت و ثروت هستند، از جمله مافیای خوراک دام، کارخانه قند و شکر دسپول و همه تأسیسات و امکانات مربوط به واردات و انحصار شکر در انحصار خود آیت الله مکارم است و بقیه که اسمشان می آید همه کارگزار اویند. بله، یه مدت هم اومدن یکی از دلالای شکر رو علم کردن، گفتن سلطان شکر رو که این همه بازار رو به هم زده بوده، گرونی و قحطی شکر درست کرده بود گرفتیم. محمد رضا یوسفی کمتر از یک سال زندان بود، 26 سال زندان براش بریدن، نمیدونم چقدرها میلیارد تومان وثیقه و چیز جریمه و این داستانه، یعنی برگردوندن مال. حالا کمتر از یک سال زندان بود، به دستور مقامات بالا آزاد شد. ببینید اینا رو الکی نمیگم، واقعا حرفای مبهم نیست، مقامات بالا یعنی بیت رهبر، آزاد شد. بعد سناریو نویسای سپاه میبینید دیگه راه افتادن، این اطلاعیه رو زدن تو خبرگزاریاشون، خبرگزاری فارس اول زد، گفتن سلطان شکر مرد. حالا این محمد رضا یوسفی همون موقع رفته بود کانادا. خب دیگه مشکل شکر کشور حل شده بود. یوسفی رو که فراری دادیم، بعدم گفتیم این سلطان شکر بود که مرد. دیگه سلطان شکری نداریم. اما 5 سال پیش این سناریو رو نوشتیم، پس چرا همچنان داره بدتر میشه وضع شکر تو بازار؟ دیدین دیگه مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی گفت 400 هزار تن بیش از مصرف کشور واردات شکر داریم. خب این یعنی مافیا دیگه، یعنی حقه بازی دیگه، یعنی فساد دیگه. چی شد پس اون سلطان شکر رو کشتین مثلا فرستادینش کانادا و ایشون تشریف دارن هنوز همین طرف ها؟ مصرف سالانه شکر کشور حدود 2 میلیون تن، حالا گفته 2 میلیون و 100 هزار تن. بعد از برنج بیشترین مصرف عمومی ملی به اصطلاح شکر، 1/4 اضافه واردات میشه. خب ولی تو بازار گیر نمیاد، یعنی گیر میاد اما خیلی گرون. شکر داری؟ شکر ندارم. گرون شده در حقیقت یا کمیاب شده؟
گرون شده. گرونه فقط، قیمت نداره. هر کی قیمت میگه، اصلا معلوم نی. ما میخواستم نیم فروشیم. الان گرونتر ما میخریم. الان 3500 به ما میگن، 3500 ما میفروشیم. اگر 3500 بود امروز 4 تومن هم پیدا نمیشه. تو 400 بودن شده 3500. هر چیزی را که میخواستن گرون بکنن، اول کمیاب میکردن، بعد میگفتن شکر شد 4 تومن. قیمت دولتی که اعلام میکنن 2400 500 تومنه. چرا 3400 تومنه؟ چون نیستش. چون تقاضا بالاست، عرضه نیستش. شما فکر میکنین پای دلالا در میونه یا اینکه دولت تنظیم؟ خودشونه، فقط دست خودشونه. خودشون منظور؟ منظورم خود اون کسانی که شکر تولید میکنن، شکر به بازار میارن، شکر وارد میکنن. وگرنه من 10 تا کیسه میخرم، 10 تا کیسه رو میفروشم. من کاری نیستم که توی مملکت. الان چند وقت وضعیت اینجوریه؟ از مار میزون به این ور. شما فکر میکنید که پای دلال ها در میونه؟ اینکه خرید کردن، اینکه خرید کردن و احتکار دارن میکنن، یا اینکه دولت در حقیقت تنظیم بازار درستی نداشته و یا هر دوی این مورد؟ نه، دوم به بیشتر محتمله، یعنی دولت خرید کرده و کارخونه هایی که تعطیل شدن، خیلی از کارخونه ها تعطیل شدن و رامین اصفهان رو احتمالا میدم که تعطیل باشن چون بارش نیست تو بازار. فکر میکنین چرا تعطیل شدن؟ بدهکاری. بیش از مصرف کشور وارد میکنن، کارخونه های تولید و تصفیه شکر یکی یکی تعطیل میشن، چون یا شکر خام وارد نمیکنن مثل تمام 12 سال گذشته، شکر وارداتی فقط برای احتکار و گرون فروشیه، یا دروغ میگن که سال گذشته از چغندر قند و نیشکر 1,320,000 تن شکر به دست اومد. اینا یه اعلام کردن تو نشریاتشون. تولید داخلی هیچ، کارگرای بیکار، مدام تعدادشون بیشتر میشه، یعنی نه شکر هست نه کار. غلام حسین بهمعی دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تصفیه کنندگان شکر خام: بعضی از این کارخونه ها سابقه 70-80 ساله دارن توی کشور و خوراکشون هم شکر خامه. خب اینو باید بالاخره باید بس تامین مواد اولیشون دولت موظفه براشون تسهیل بکنه، فراهم بکنه. الان مثلا کارخونه های قند تحت پوش انجمن ما از موقعی که بحث واردات شکر با به اصطلاح ممنوعیت مواجه شده تعطیل شدن. آمار مصرف مواد خام کارخونه های تحت پوش انجمن ما 14 تا کارخونه داریم. از این 14 تا کارخونه 5 تاش تصفیه شکرن، 9 تاش هم ارشیات که قند تبدیل شکر خام به قند هستن. خب قندی های ما که کلا تعطیلن، الان هم تعطیلن و واقعا مواد اولیه ندارن. بله. شکری های ما هم بالاخره لطف کردن، جهات کمک کرد تو سال گذشته برای تصفیه از این شکرهای وارداتی که مجوزش به انجمن قند شکر ایران داده شد، از محل این شکر وارداتی برای تصفیه 162 هزار تن شکر خام دادن، دستشون درد نکنه. ولی مصرف شکر خام کارخونه‌های تحت پوشش ما سالانه حدود 600 هزار تنه. بیش از مصرف کشور وارد شده، معلوم نیست کجاست. این مال کارخونه‌های تولید قند و تصفیه شکر. تو بازارم محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، به بازارم بریم شکر الان همه جا قیمتش متاسفانه بالاست، چون به همه اعضای ما شکر نرسیده که ما بگیم به اعضامون شکر داریم و ازشون میخواییم که به قیمت مصوب بفروشید. به ما برای توضیح چیزی آنچنانی ندادن، خیلی جزئی بوده. شکری که میاد توی بازار آزاد از یه طرقی میاد، حالا اون طرقش رو باید بگردن پیدا بکنن که چطور میشه که شکری که به توزیع کننده عمده نمیدن ولی به دستش میرسه با قیمت بالا، این خلق کجاست؟ شکر به قیمت دولتی فقط 150 تن در حال حاضر به دست ما رسیده و الباقی که توی بازار هست به صورت آزاد هست. محدودیت داره این چیزی که بازار هست به صورت آزاد هسته؟ هر چقدر بخواید هست. گفت هرچی که بخواین هست. کی این شکرها رو وارد میکنه؟ کی تو پخشش فعالیت میکنه؟ کی مدیریت میکنه این چرخی پیچیده رو؟ نمیشه که تا دولت نباشه. ببینید، تا شهریور 93
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران عباس قبادی بود. فقط یه فقره بگم از راندخاری عباس قبادی تا بریم سر اصل مطلب. اشاره هایی قبلا تو برنامه گذشته کردم. از گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون اجتماعی مجلس از سازمان تامین اجتماعی سال 92 ملک پلاک سبتی فلان واقع در خیابان ایتالیا به متراژ 529 متر مربع با کاربری مسکونی سالهاست در اختیار آقای عباس قبادی مدیر عامل بازرگانی دولتی ایران با اجاره 24200 تومان ماهیانه بوده است. طبق آخرین نظریه کارشناس رسمی بابت فقط زیرزمین مسکونی این ملک 850 هزار تومان اجاره ماهانه ارزش گذاری شد. فقط زیرزمینش 850 هزار تومان اجاره ماهانه ارزش گذاری شده. برای کل ساختمان سه طبقه چقدر میده؟ 24200 تومان. خب دیگه بله. بعد واقعا یاد تمام این حقوق بازی آدم میفته که مثلا فرض بفرمایید که فلان کاخ و دولت رفت اجاره داد به یه شرکتی سالی یه تومن، یه دونه تک تومنی، فقط برای اینکه اونجا نوشته باشن که این قرارداد انجام شده است و فلان و این داستان، و از این موارد کم نیست. حالا اینو به یه آدم میدن، آقای عباس قبادی. خب اینا همه من نمیگم دوزن، اینا همه پارتی بازی، اینا همه راند. خب چرا ایش که کاری به کارشون نداره؟ حالا یکی یکی میریم جلو. چرا آقای وزیر، آقای حجتی که میگن شما وزیر نسبتاً پاکتری هستین نسبت به آقایان دیگر، به ویژه وزیر صنعت و معدن و تجارت آقای نعمت‌زاده، خب چرا اینا تو سازمان بازرگانی دولتی مثل اختاپوس افتادن؟ از سال 93 به حکم نعمت‌زاده علی قنبری میشه مدیر عامل این سازمان. اون قیامتیه. تمام احکام به امضای ایشونه. یکی دیگه شون که با حکم نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی است، قدرت حیدری است، آقای قدرت حیدری. ایشون سال 84 با پرونده تخلفات مالی از ریاست سازمان بازرگانی ایلام برکنار شده بود. بعد سال 92 تو ستاد جناب آقای روحانی فعال بودن ایشون. بله. بعدم آقای نعمت‌زاده کردش تو این سازمان. میشه عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی اینجا. فرهاد دلق‌پوش عضو هیئت مدیره و معاون برنامه ریزی. این شخص دوره قبلی مجلس نماینده مجلس بود که توکلی نماینده دیگر مجلس گفت من یه فیلمی دارم از این آدم که گفته وقتی وزرا به مجلس میمادن از ما انتظار داشتن که به نفع اونا رأی بدیم، ما هم رأی میدادیم، بعد از موفقیت هم شماره حساب میدادیم تا به حساب ما پول واریز کنن. این نوار و فیلمش هست. حالا این آدم گفته، بقیهشون نمیگه. یکی دیگه از مدیرای سازمان بازرگانی دولتی، کامبیز معتمد وزیری، عضو هیئت مدیره رئیس کمیسیون معاملات. این آقا خواهرزاده حسن الفت رئیس حراست وزارت صنعت معدن و تجارت، یعنی همونا که پای سفره نعمت‌زاده هستن. شهیاد آبنار معاون بازرگانی داخلی، این آقا هم از ایلام به تهران آورده میشه وقتی که علی قنبری میشه مدیر عامل این سازمان بازرگانی دولتی. وقتی میخواست نماینده مجلس بشه این آقای شهیاد آبنار دوره قبل، شورای نگهبان ردش کرد. چرا؟ چون پرونده تخلفات مالی داشته. بعد الان معاون بازرگانی داخلی این سازمان میشه. بعد ببینین هر چی دوز بوده جمع کردن اینجا. فرامرز ابراهیمی سرپرست، فقط دوز هم نیست، اینجا هفتیرکش هم هست. فرامرز ابراهیمی سرپرست اداره کل توزیع و فروش که مدت زندان بود به خاطر هفتیرکشی و چاقوکشی و زخمی کردن رئیسش. این داستانا رو من قبلا یه مقدار مفصل‌تر تو برنامه برنج گفتم. باری سال 93 علی قنبری که میشه مدیر عامل سازمان بازرگانی دولتی، یه عده آدمای خودش رو میاره تو سازمان، از
ایلام و به هر حال اون منطقه جنوب فارس و خوزستان با حقوقای کلون که فقط یه نمونه شاپور ایدیوندی است که از فارسان میارتش بدون هیچ سابقه کار دولتی. ما 18 میلیون تومان بهش حقوق میده با یه چک 1 میلیارد تومانی بابت انتقال سابقه کار قلابیش برای وقت بازنشستگیش. میگم سابقه کار قلابیش برای اینکه هیچ وقت این تو دولت کار نکرده بود قبل از اینکه بیاد اینجا سال 93 با حکم هم ولایتیش آقای علی قنبری. اسناد اینو رو عرض کردم تو برنامه برنج آورده نشون دادیم. به هر حال این اسناد موجوده. حالا بذاریم بریم بیشتر اسناد مربوط به همین مافیای شکر رو بگیم. ولی همه‌شون مربوط به همین مدیرا همین سازمان بازرگانی دولتی است که چارتر سازمانش آدم‌هاش و مدیرای ستادیش رو میتونیم برین روی وبسایت سازمان بازرگانی دولتی ببینین. سازمان مادر تخصصی بازرگانی دولتی بود. این آدم ها هستن تو سازمان بازرگانی دولتی. اون وقت صحبت کمبود جنس و گرونی که میشه هی از یه موجود فرضی حرف میزنن دلال ها. ببینید شیوه شون هم اینجوریه تا سر و صدای مردم در میاد. مثلا در مورد همین کمبود اخیر شکر تو بازار درست بعد از مارمزون تیر ماه اواخر تیر میان میگن به هیچ وجه کمبود شکر در کشور وجود ندارد. آقای مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی. یک بخشش بحث روانی قضیه و آرامش مردمه. ببینید ما امروز 50 روز تا برداشت شکر داخلیمون کار داریم. تو این 50 روز ما به اندازه مجموع پول شکری که داخل کشور ذخیره شده و اونایی که رو آب ظرف همین هفته بعد میاد، هفته بعدش میاد، هفته بعدش میاد همینجوری به ترتیب این ما دو برابر در واقع مصرف این دو ماهمونه. بنابراین ما به اندازه کافی ذخیره داریم، نگرانی نداریم. ببینید ما پیش بینی کاهش قیمت رو میکنید بله، یا نه؟ بله قطعا پیش بینی کاهش قیمت رو میکنید. بسیار. ببینید این حرفایی که از آقای قائم مقام وزیر جهاد شنیدین مال 24 تیر 95 بود. حالا یه ما بعدش شکر الان فعلا تو بازار کم و موجود نیست. قیمتش رفته بالا نسبت به قبل. به ما ندادن دولتی ارزنت. اصلا کیلو چقدر می‌خری؟ آزاد چقدر می‌خری؟ آزاد بورس که داره 3300 دیروز شده بود 3100. از حدود یک ماه قبل با 2300 تومان در بورس عرضه می‌شد و در حدود این 15 روز اخیر هم با 2530 تومان در بورس داره عرضه میشه. شکر ببینید توجه فرمودین دیگه اصلا روز برای میاد معاون وزیر میگه که بله کمبود نیست همه چیز گیر میاد هست فلان یه و بعد میبینین دیگه میگه آه اصلا نیست تو بازار. خب چه اعتمادی هست به حرف مسئولان نظام مقدس؟ این آقای وزیرم که آقای حجتی وزیر جهادم که خوشحاله که در عرض دو هفته قیمت بورسی شکر از 2300 تومان تا 2530 تومان فقط بالا رفته تو دو هفته. یعنی فقط 230 تومان رسماً گرونتر شده. خوشحاله. میگه خب تو دو هفته اینقدر گرونتر شدن خیلی مایه خوشحالیه دیگه. بماند این که شنیدین از فروشنده تو بازار که میگه 3000 تومان گیر نمیاد. میگه خوبه که دو هفته ای 2300 تا گرون شده. خوبه یهو 100 هزار تومان گرون نشده. این یعنی بدبختی یک اقتصاد ورشکسته که مسئولان حکومتش این چند سباهی که سرکارن مثل چینی بنزن عمل میکنن. تیکای شکسته رو هر چند وقت یه بار یه بندی میزنن میگن حالا از این ستون به اون ستون فرق. بعدم خیال میکنن مردم نمیفهمن دیگه. شعار دولت و تدبیر، دولت تدبیر و امید شده است این تنظیم بازار شکر از طریق بورس کالا. به کرات شنیدین اینو دیگه این عبارت از طریق بورس کالا تنظیم بازار شکر. همین هم حق بازیه برای اینکه وقتی خودشون دارن میخورن نمیرن بریزن تمام جنس رو تو بورس که یعنی از دست خودشون که در نمیارن که. بعد تازه همون بخشی رو که روزی 7000 تن میگفتن که میریزن توی بورس یه دوره کوتاه همونو کی میخره میره بخره جز خودشون. 80% شکر عرضه شده به بورس کالا رو به اسم کارخونه های استان آذربایجان خریدن.
هر کی کارخونه شکلات سازی مگه چقدر مصرف داره که 80% کل شکر بورس کالا رو بخره؟ همشو میخرن؟ همشو 80% حالا میخرن که فقط خودشون داشته باشن، اینو میگن انحصار، بعد به قیمت بالا تو بازار بفروشن، بعد قیمت که میخوان. کی این کارو میکنه؟ حضرات اگه نمیدونن، مجلسیا و نمیدونم کسایی که همشون میدونن میگن نمیدونیم، اگه نمیدونن که این کی این کارو میکنه، کی قدرت این کارو داشته که 80% شکر وارد شده به بورس کالا رو بخره یا واسطه خرید بشه برای استان آذربایجان، برن از آقای نادر قاضی پور بپرسن، نماینده همه فن حریف ارومیه در خانه ملت، که یه طرف وزیر جهاد کشاورزی انتقاد میکنه میکشتش مجلس که جواب ریخت و پاشای سازمان بازرگانی دولتی رو بده، یه بر دیگه تو بخور بخور مافیای شکر خیلی استانی عمل میکنه. بله، بعد وسیله اداری همه این مافیا همشون در سراسر کشور شرکت بازرگانی دولتیه. ببینین انجمن صنفی تونتون بگم بریم، انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران نامه میزنه به دولت، میدونید دیگه که طبق مسببه دولت شکر جزو کالاهای استراتژیک راهبردی به قول خودشون و مطلقاً قابل فروش نیست، مگر اینکه سازمان بازرگانی دولتی با اجازه وزارت جهاد کشاورزی مجوز بده. حالا این شرکت های بی ربط که شکر بهشون دادن کیان؟ تو نامه‌ای که انجمن صنفی، بله دیدین دیگه، اینم صفحه دوم نامه، من دیگه نمیرم این شرکت ها کیان. شرکت سروش سپهر پویا میزان اول 6000 تن، شرکت رنگین سفره ایرانیان میزان اول 2000 تن، شرکت ستاره تابان کیش میزان اول 4662 تن، شرکت زرین پلاستیک امید میزان اول 5000 تن، شرکت زرین پارس امید میزان اول 1900 تن، ریگ بوتون میزان اول 1000 تن. همین شرکت ریگ بوتون که تو پروژه های نفت و گاز مشغوله، آخه شکر میخواد چیکار؟ مدیر مهران کیانی، آقای مهران کیانی، 1000 تن شکر بهت میدن، ضمانت نامه بانکی بدون دریافت کارمزد، با سررسید 3 ماه به ارزش 2,100,000,000 تومان ازت میگیرن، بعد از 3 ماه ضمانت نامه بانکیت باطل میشه، تا امروز بعد از 1.5 سال یک قرون از اون 2,100,000,000 تومانی که باید پرداخت میکردی پرداخت نکردی. شکر کجاست؟ فروخته شد، پولش هم خورده شد رفت. آقا شرکت سروش سپهر پویا 1000 تن شکر، با گذشت 18 ماه هنوز یک قرون از پول شکر رو نداد. رنگین سفره ایرانیان مال محمد پروین پسر علی پروین 2000 تن شکر، 2 سال گذشته یک قرون از بدهی 24 میلیارد تومانی رو نداده. بذاریم واسه نمونه بگم چجوری این آدم ها میتونن جنس از دولت بگیرن مفت و مثلا بعد از 3 ماه ندن، دهی تمدید کنن، 2 سال شده نداد. و خب ببینین یک نامه هست که 6 تا نماینده امضا کردن، این نامه رو ما داریم الان، باید شما هم ببینین نامه 6 نماینده رو من براتون سریع بخونم. بله، یه نامه از 6 تا نماینده داریم میبینید دیگه، 6 تا نماینده امضا کردن. نامه هست به برادر گرامی جناب دکتر قنبری، مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بسم هیتا. حالا پس از مذاکرات تلفنی در خصوص شرکت رنگین سفره ایرانیان مال محمد پروین و درخواست مساعدت برای حل مشکل که در نامه پیوست آمده است، این جانبان از جناب عالی درخواست داریم اقدام مقتضی را مبذول فرمایید و انشاءالله نمیدونم برای 6 ماه تمدید خواهید کرد یا همچین چیزی. به هر حال یه 6 ماه دیگه تمدید میکنم، فعلا گفتم از این ستون به اون ستون فرج داریم میخونید دیگه، شاید شما بهتر خطشو بخونید. این امضای 6 تا نماینده مجلس برای اینکه بله، شرکت گسترش بسته‌بندی دلفین 33 هزار تن شکر به صورت ضمانت‌نامه با تمدید مجدد، شرکت ستاره تابان کیش 10000 تن به صورت ضمانت نامه‌ای با تمدید مجدد، شرکت زرین پلاستیک امید گفتم 6000 تن و چند تا شرکت بی ربط دیگه که ارتباطی اصلا با شکر ندارن مثل همینا. بعد از اون ور عمده درخواست‌های شکر، ببینید فاجعه اینجاست،
نمیان حفظ ظاهر بکنن لااقل. عمده درخواست‌های شکر به سازمان بازرگانی دولتی داده شده از طرف اتحادیه‌های تعاونی مصرف مال کارمندای بدبخت که به عنوان بازوی توزیع کشور این اتحادیه‌های تعاونی دیگه، مثل اتحادیه فرهنگیان، مثل امکان، مثل اسکات، حتی دستگاه‌های دولتی و مراکز خیریه، همه رو سازمان بازرگانی دولتی جواب منفی داده، گفته نداری. اینجوریه که تو خونه ها پیدا نمیشه. اینجوری نیست که دیوان محاسبات کشور، بازرسی قوه قضاییه، حتی شخص وزیر من باب وظیفه چپ و راست نامه نفرستاده باشن به رؤسای سازمان بازرگانی دولتی که چرا تخلف میکنی. این یکی از نامه هاست مثلا که گفته به تفکیک گزارش دقیق 12 هفته گذشته رو بردار بیار، مال قوه قضاییه است. سازمان بازرگانی دولت، ببخشید، سازمان بازرسی کشورم همین نامه ها رو نوشته که عرض کردم. این اسنادش اینجاست. من تونتون ای وقت کردیم آخر برنامه من خدمتتون تک تک این اسناد رو نشون میدم و یک بررسی میکنیم. فعلا اجازه بدیم بریم جلو، در همین حد که میبینین سند رو کافی است، امیدوارم کافی باشه. ولی عرض کردم این نامه ها چپ و راست میره، هر کی کار خودشو میکنه. اینا کارشون نامه نوشتن و مثلا یقه گرفتن و از اونور زیر میزی رد کردن و این پارتی بازی هایی که نمونه هاشو گفتم و اینها. ولی بعضی وقتا اینقدر این حقه بازی تابلوه که آدم حیرون میمونه اینا چجوری روشون میشه. ببینین یه شرکت مثلا کلک میزنه به شرکت بازرگانی دولتی، بعد شرکت بازرگانی دولتی مال دولته دیگه، دولت به دولت کلک زده، بعد مثلا اینکه شما مالیات مثلا ندین، درست؟ بعد دولت میره از اون شرکت شکایت میکنه، قوه قضاییه میاد چیکار میکنه؟ میاد به نفع اون شرکته که کلک زده رای میده. اینجوری نشون داده میشه که دست همه تو کاره. ببینید، پس از انبارگردانی فیزیکی که در تاریخ 3/6/94 از انبارهای کارخانه نقش جهان اصفهان صورت میگیرد مشخص میشود 16,000 تن شکر سفید امانی، یعنی به امانت گذاشته شده، از مجموع 50,500 تن شکر امانی موضوع قرارداد تبدیل شکر خام به شکر سفید کسری وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی 16,000 تن این وسط گم شده، هاپولی شده. یعنی کارخانه مذکور تو خود سندها، یعنی کارخانه مذکور بدون اجازه شرکت بازرگانی دولتی شرکت های امانی را فروخته و از کارخانه خارج کرده بود. شرکت جی تی سی یا شرکت بازرگانی دولتی علیه کارخانه مذکور دادخواست میداد و دادگاه هم به نفع شرکت رأی صادر میکند. حالا در بهترین حالت در نظام مقدس این است که این شرکت خیلی پولدار بوده، رفته زیر میزی یه پول کلفتی داده به اون قاضی رأی صادر کرده. این در بهترین حالت. در حالت متعارف هم که اون چیزی که داریم میبینیم اینه که همشون دستشون تو کار، اینا همه تابلوی حق بازی. بعدش چی میشه؟ این یکی باز ادامه شو ببینیم. بعد از اینکه این شرکت قوه قضاییه میاد علیه سازمان بازرگانی دولتی به نفع این شرکت رأی صادر میکنه، شرکت نقش جهان اصفهان ها رأی صادر میکنه، بعد دوباره سازمان بازرگانی دولتی میاد به همین شرکتی که دزدی کرده دوباره شکر میده. ببینید دیگه، من امیدوارم سندش اینجا موجود باشه، ما بتونیم سریع نشون بدیم و بریم جلو. بله، بعد دیوان محاسبات کشور یقه آقای قنبری گرفته که آقا جان بیا جواب بده که چرا دوباره به این شرکت واس شما چیز دادین، در اجرای فلان فلان چرا دوباره بهشون شکر دادین. ببینید این وضعه که نتیجهش میشه ته کشیدن ذخایر کالاهای استراتژیک که کالاهای راهبردی، تشویش بازار، گرونی و کمبود شکر تو سراسر جامعه. هر چی جلوتر میرین میبینین نه فقط نظام مقدس دزد تولید میکنه، دزدایی هم که تو دعواهای جنایی و سهمی یه وقتی گوشمالیشون دادن دوباره میارن سر سفره. برادرای افروشته پور، شاید بعضی جوانای امروز نشناسنشون، صاحب شرکت‌ها و کارخانه‌های متعدد از جمله کارخانه قند برامین و روغن گلبهار. قند برامین دوره خاتمی می‌فروشن به بخش خصوصی، یعنی افروشته پور. خرداد امسال این کارخونه کاملا تعطیل میشه. کارگراش که 6 ماه حقوق نگرفته بودن قبل از تعطیلی بیکار شدن همین چند ماه پیش.
درست قبل از تعطیلی کامل کارخونه شرکت بازرگانی دولتی قرارداد می‌بنده با این کارخونه، با قند برامین، واسه تبدیل 25 هزار تن شکر خام به شکر سفید. چی شد شکران؟ کارخونه که بسته شد. افراشته پور کجاست؟ دست کم دو بار ایشون یک بار سال 76 یک بار سال 93 افتاده زندان به اتهام رشوه و کلاهبرداری و قاچاق ارز و عتیقه و غیره. دیگه بقیه‌اش من نمی‌گم. همچنان هم پرونده داره مثلا. چرا وارد مافیای شکرم میشه و چرا وزارت جهاد کشاورزی سازمان مطبوعش باش کار میکنن؟ تازه وقتی که داره کارخونش بسته میشه. چرا این همه تابلو دزدی میکنن؟ وقتی دوز بازار باشه قپش میریزه دیگه. بذارین رابطه افراشته پور رو با خانواده رفسنجانی اول بگم، بعد با خانواده رهبر معظم. 16 اسفند 93 خبر. چهارشنبه هفته گذشته روابط عمومی سپاه پاسداران از دستگیری یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی و مفسد اقتصادی توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از سوی سازمان اطلاعات سپاه خبر داد. بنابر اطلاعات اعلام شده در بیانیه سپاه، این فرد ه الف یعنی حسن افراشته پور ملقب به داریوش بوده که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند. ه الف حسن افراشته پور موارد اتهامی و پرونده‌های مختلف از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه‌های کلان در دستگاه قضایی دارد. وی با راه اندازی و تجهیز خانه‌های فساد اقدام به آلوده‌سازی و باجگیری از افراد مرتبط با شبکه فساد اقتصادی کرده است. علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی در مصاحبه با شرق که در تاریخ 10 خرداد 91 منتشر شد، صراحتاً از رفاقت یاسر هاشمی رفسنجانی با فردی به نام الف یعنی همون آقای افراشته پور سخن به میان می آورد. علیزاده طباطبایی در این مصاحبه می گوید یک روز آقای زنگنه به من گفت یاسر یک برج در شهرک غرب دارد. گفتم اگر یاسر در شهرک غرب 10% برج هم داشته باشد، من نه تنها از وکالت خانواده استعفا می دهم بلکه علنی مقابلشان می ایستم. بررسی کردم دیدم یک برج متعلق به آقایی به نام الف است و یاسر هم رفیق الف است، همون الف افراشته پور، و آنجا رفته آمد دارد. به یاسر گفتم تو چرا به دفتر الف می روی که در معرض اتهام قرار بگیری؟ ببینید و حالا بزنیم سریع بریم جلو. در پیوند با خانواده رهبر، نزدیک برادران افراشته پور با رهبر از طریق برادر زن رهبر آقای جواد خجسته یا مهدی خجسته از طریق اوست. داستان این است که ببینید سال 73 یه دادگاهی برگزار شد که رئیسش هم اژه‌ای بود، قاضیش همین آقای اژه‌ای بود. رسیدگی به پرونده برج سازان و اختلاس از بانک صادرات که متهم اصلیش برادران افراشته بودند، حسن و داوود. تو جلسات اون دادگاه صحبت از قاچاق موبایل هم شد که هم تو برج سازی هم قاچاق موبایل پای اکبر خوشکوش که عضو تیم عملیات وزارت اطلاعات هم اومد وسط. تو جلسه پنجم اون دادگاه داوود افراشته از متهمان پرونده، همون پرونده برج سازان، میگه سال 73 اکبر خوشکوش به من گفت 300 تا موبایل دارم که با قرارداد مخابرات شرکت فران که شرکت پوششی وزارت اطلاعات بوده دستم آمده، 100 تاشو بهت میدم دونه 1,000,000 تومان. یه بین تونام 73 خیلی بیشتر از الان بود، 20 چند سال پیش. بعد داوود افراشته پور تو دادگاه ادامه میده من بابت خرید 100,000,000 تومان کجا بود؟ من بابت خرید 100,000,000 تومان چک به او دادم و قرار شد چند روز بعد هم موبایل ها را تحویل بگیرم. بعد ببینید خوشکوش دیگه کیه که سر افراشته کلا میذاره. داوود افراشته میگه موبایل ها رو که خوشکوش به اسم کالای امنیتی بدون بازرسی و گمرک وارد ایران میکرد بالا کشید، به ما نداد، 100,000,000 تومان هم خورد و گفت موبایل ها رو خودتون برین از شرکت واسطه که تو دبی بگیرین. گردنش کلفته دیگه، اینا میترسن بابا. سرمایه دار و سرمایه گذار و فلان، اون یارو هم چاقوکش و قاتل و خلاصه. بعد از چند ماه میاد لطف میکنه 29 تا موبایل میده به افراشته. داوود افراشته تو دادگاه میگه
ما شاکی هستیم، ما متهم نیستیم. ما موبایل‌هایی رو که تو بازار می‌فروختیم بیشتر از آقای خجسته می‌گرفتیم، به اسم ایشون با هواپیما از دبی می‌آوردیم ایران. اینجا قضیه لو میره. آقای خجسته کیه؟ آقای خجسته باقرزاده برادر زن رهبر، زن رهبر منصوره خجسته باقرزاده، برادر ایشون. تو همون دادگاه محسنی اژه‌ای که قاضی بود از افراشته میپرسه که شما میدانستید که واردات تلفن همراه ممنوع است؟ داوود افراشته میگه بله، ولی این کالا شاید تحت نام دیگری وارد میشد. یعنی چی؟ یعنی آقای خجسته برادر زن رهبر به یه اسم دیگه، یعنی به اسم کالای امنیتی، موبایل ها رو وارد میکردن، بسا میکنن تو بازار میفروختن، بسا میفروشن. و این وسط افراشتن میخواست یه چیزی اینا بگیره، مثلا یه منون بخری یه منون دویستا بفروشن، نا کاسه بند دیگه. دادگاه زود جمع میشه، فقط برادرای افراشته به 10-20 سال زندان محکوم میشن که نمیرن. هیچ کی هم البته جرأت نمیکنه سراغ برادر زن رهبر بره، خوشکوش کم اصلا آزادش میکنن بره. این چرخه اقتصاد دزد سالار همچنان ادامه داره، مانعی هم نیست. وقتی قاضی قضات مملکت اسلامی خودش رئیس دزداست، متاسفم که میگم قپ همه چیز ریخته. وقتی میگیم رئیس دزدان انگار داریم فوش میدیم، ولی واقعیت رو داریم میگیم. حالا میگم الان چرا دیگه دنبال چه عدالتی باید بود وقتی رئیس قوه قضاییه خودش رئیس دزداست. گذشته از پرونده زمین خاریش که زمان شاهرودی، آیت الله شاهرودی باز شد و باز بود تا خود صادق خان شد رئیس قوه قضاییه و پرونده جمع شد، فعلا گم شده که قبلا گفتیم این ماجرا رو. حسابای شخصی بانکی صادق لاریجانی نشون میده که قدرت چه هیولایی است، مخصوصا وقتی دست آخوند بیفته که مدام جانماز آب میکشه. وقتی خود رئیس قوه قضاییه 63 حساب بانکی داره که مبالغ هنگفتی از اموال مردم، یعنی ضمانت‌های مالی و وثیقه ها در میان آنان وجود داشته و این حساب ها به نام آیت الله صادق آملی لاریجانی است که ماهیانه 20 میلیارد تومان سود این حساب ها را دریافت می کند. و علی طیب نیای وزیر اقتصاد هم میاد میگه این ماجرا 20 ساله که جریان داره، تو سیمای جمهوری اسلامی گفت، ولی خب اشکال نداره. یعنی هم تایید کرد، تایید میکنه، میگه دزدی، و هم میگه دزدی شخصی نیست و نظام مقدس اجازه میده. میگه چه انتظاری داریم؟ این تلگرام، کانال تلگرامی آمد نیوز که این خبر را زده بود، نوشته بود بر اساس قانون اختصاص حساب‌های دولتی به نام شخصی رؤسای قوا یا مقامات دولتی یکی از مصادیق بارز اختلاس است. حالا ماجرای دزدی و اختلاس قاضی قضات نظام مقدس میدونید که هفته پیش کشید به مجلس. یه نماینده مجلس جرأت کرد بلند شه در این باره صحبت کنه، نطق محمود صادقی 24 آبان 95. وجوه بارزی به این حساب ها متعلق به اشخاص حقیقی است، متعلق به اصحاب دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و بعضا متعلق به متهمان در دادسرها است که بابت قرارهای وثیقه و تودیع خسارات احتمالی در صندوق دادگستری واریز میشه. سوال من این است که کدام موازین شرعی اجازه میدهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف بکنه، این وجوه رو سپرده گذاری بکنه و سود حاصله رو تملک بکنه؟ از رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان قوه‌ای که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هست تقاضا میکنم برای جلوگیری از ادامه سوء استفاده های بیگانگان و برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی گزارشی از عملکرد این حساب ها شامل مبالغ واریز شده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی 5 سال گذشته اعلام بفرمایید. بله،
بشینیم تا اعلام بفرماین. رفتن دو تا مدیر ارشد بانک ملی و دو تا کارشناس سازمان بازرسی کل کشور رو که این 63 حساب شخصی صادق لاریجانی رو به دولت گزارش کرده بودن گرفتن، زندانی کردن. حکمشون قوه قضاییه داده که رئیس صادق لاریجانیه که دزدی مایی 20 میلیارد تومانیش سود، حالا دزدی رو کشنی 63 حساب شخصی داره این آدم. تمام وثیقا دیدین دیگه، وثیقا بالای میلیارد تومنه، همه رو می‌ریزن به حساب شخصی این آقا. این آقا این قیافش رو یه بار دیگه بتونیم نشون بدیم جان من، قبل از اینکه ما بریم به طرف پرده آخر. 63 حساب شخصی، فلان کس 1 میلیارد تومان، 2 میلیارد تومان وثیقه میذاره، این وثیقه رو میذارم به حساب این. بفرمایید این شخص ماهی 20 میلیارد تومان سود اون پولا رو فقط مخفیانه میگیره، خرج میکنه. بچه هم چیکارش میکنه؟ این دیگه تقش در اومده، اینو چیکارش میخوان بکنن؟ دولت میدونه، آقای روحانی رفته است اینو با رهبر صحبت کرده، رهبرم میگن خیلی بد شده با این شخص و بهش که چرا لو رفته آخه، و بهش 2 ماهه که اجازه دیدار خصوصی نمیده. بریم پرده آخر بدم برای کسایی که سالمن اما دوست دارن علاوه بر دختر که رحمت خدا هست پسرم داشته باشم. خب اینجا هر روز بعد از ظهر 1 دونه انار میخوش یا انار ترش حضرت خانومش بخوره با پرده نازک رو دونه ها. اما شوهر گرامی حضرت خانم 1 روز در میون نهارها خاگینه. که امام صادق علیه السلام در بحار جلد 66 فرمودن، یعنی البیض مع البصل و زیت، یعنی تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون، این ستا رو قاطی میکنه، شعله گاز روشن میکنه، دائما این ستا رو هم بزنه. وقتی که پخت، حالا شوهر 1 روز در میون نهار اینجوری بخوره. امام صادق علیه السلام فرمودن نه تنها تعداد فرزندات زیاد میشه، تعداد بچه پسرات هم زیاد میشه. ماشاءالله. شب و روزگار خوش.